دکتر آلان فتوحی، استاد داروشناسی بالینی از استکهلم با ماست. خوش اومدین آقای فتوحی و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. واکنش‌ها بسیار بوده به خبر مسموم کردن دانشجویان دختر و دانش آموزان دختر. اما من می‌خوام راجع به واکنش‌های بین‌المللی از شما بپرسم و به طور ویژه در مورد واکنش یونیسف بپرسم. اهمیت واکنش نهادهای بین‌المللی مثل یونیسف در چه هست؟ بله، خب یونیسف ارگان خیلی شناخته شده و بزرگی هست در سطح بین‌المللی و نمیشه واکنش همچین ارگانی رو نادیده گرفت و خیلی طبیعی هم هست که در شرایط اینچنینی که یک به نظر میرسه یک نوع حمله شیمیایی از طرف خود حکومت به علیه مردم یا به هر حال بخشایی از اون به علیه مردم داره صورت میگیره، این واکنش ها ایجاد بشه و در نوع خودش مثبت هست. شما میتونه فشارهای مؤثر رو برای پیگیری این جریان و قطع اون اعمال بکنه. میدونیم که این مسمومیت ها بدون نفوذ بسیار زیاد و بدون به اصطلاح در دست داشتن ابزارهای اجرای اون در سطح وسیع نمیتونه به این شکل صورت بگیره و تئوری های زیادی هست که چرا به همچین حملات صورت گرفته، ولی خب اینکه حتما در سطوح خیلی بالای حاکمیت جریانهایی در این کار دست دارن نمیشه انکارش کرد. آقای فتوحی، اجازه بدید من از منظر پزشکی هم از شما بپرسم. عوارض این در واقع مسمومیت ها معمولا مشکلات گوارشی و همچنین تنفسی عنوان شده. شما چقدر احتمال میدین که این عوارض شدیدتر این مسمومیت ها داشته باشه؟ احتمال میدین مسمومیت ها ناشی از چی باشه و فکر میکنید که خانواده ها چجوری میتونن حمایت بکنن و ایمن بکنن فرزندانشون رو در مقابل این مسمومیت ها؟ بسیار مشکل هست گفت که دقیقا چه نوع گازی یا گازهایی در این نوع مسمومیت ها دخیل هستند، چون خود عوارضی هم که گزارش میشه متفاوت و متنوع هست. یه سری عوارضی که بحث میشه گفته میشه که باعث تپش قلب و ضعف عضلانی، تهوع، استفراغ شدید و تشنج شده، اینا میتونه سموم عصبی باشه که مشابه اونایی که در آفتکش ها مثلا استفاده میشه. گزارش هایی یا شایعاتی در مورد ترکیباتی از سیانید هم گزارش شده که اون میتونه در نوع خودش بسیار بسیار خطرناک و حتی فرد رو به کما و مرگ ببره، که خوشبختانه تا حالا گزارش مرگ تا اونجایی که من اطلاع دارم نبوده. گاز اندو رو همچنین مقاماتی از حکومت گفتن که پیدا کردن که به نظر نمیرسه این واقعیت داشته باشه، ولی به هر حال هرچی که هست بیشتر به این نظر میرسه که یک انواعی از گاز هستن که بر سیستم عصبی تأثیر میذارن. به نظر میرسه که عوارض طولانی مدت نداشته باشه و مثل بسیاری از گازهای دیگه، گازهایی که میتونن مسمومیت بدن، غلظت پایین اون و سریع در دسترس قرار دادن هوای آزاد و حتی در بعضی موارد لازم است اکسیژن خالص به بیماران باعث بشه که اون عوارض برطرف بشه در چند ساعت یا چند روز. ولی اینکه دقیقا این گاز یا گازها چه هستن معلوم نیست. اینم باید اضافه کنم که خیلی از گازها با هزینه بسیار کم و در آزمایشگاه کوچیک میتونه تولید بشه، یعنی حتی میتونه یک انواعی از گاز باشه که شناخته شده نیستن و این مسئله رو بیشتر باهنج میکنه.